بینندگان عزیز، سلام مجدد. خوشحالم که با آقای مهرداد ساغرچی هستیم، مجددا از آلمان، از انجمن فانوس، و ایشون هم قبلا مهمان برنامه بودن. میتونید با مراجعه به آرشیو و بایگانی ما ببینید برنامه قبلی ایشون رو و نوشته ها و صحبت هاشون رو در جاهای دیگه روی اینترنت هست. و امروز میخوایم از ایشون سوال کنیم که یک صحبتی کنند درباره آخرین وضعیت سازمان مجاهدین. ضمن این که شما دوستان هم از طریق ایمیل، هم از طریق تلفن و هم از طریق فیسبوک میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید در حین برنامه. من اونها رو برای این دوستان هم ارسال میکنم، هم ازشون میپرسم. آقای ساغرچی، سلام مجدد خدمت شما و خوش آمدید به تلویزیون مردم و برنامه خودتون. سلام دارم خدمت شما و بینندگان شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی پیش اومد که در خدمت شما باشیم و با هموطنانمون صحبت کنیم. ممنونم از شما. لطف کنید مقداری در رابطه با آخرین اوضاع و احوال سازمان برای ما صحبت کنید. به نظر میرسه که وضع خیلی خرابه، یعنی دیگه اینها حقیقتا حرفشون هیچ جا خریدار نداره و چه میخوان بکنن؟ به قول معروف خودشون رو سالهای سال اینجوری علاف و منتظر و مردم هم که اعتمادی به اینها ندارن. شما چگونه میبینید این اوضاع و احوال رو؟ من فکر میکنم که بهتره که از وقایعی که در یک هفته و ده روز اخیر رخ داده و از پروسه‌ای که توافق هسته‌ای به عنوان شاه کلید ارتباط ایران با غرب گذشته از اونجا صحبت کنیم و بعدا به همین موضوع بحث بشیم، چرا که خیلی به هم دیگه ربط داره و اینکه ما چرا اصرار داریم که این موضوع رو مطرح کنیم، چون که خیلی خیلی به استراتژی و در واقع برنامه 30 ساله‌ای که این سازمان روش برنامه‌ریزی کرد و استراتژی چید ربط پیدا می‌کنه و همینطور هم خیلی ربط پیدا میکنه به نگاه ما ایرانیان به موضوع کشورمون، به موضوع دموکراسی و موضوع تغییر. اون چیزی که در واقع از نسل قبل از انقلاب به ما به ارث رسیده و به عنوان صفر و صد میگن همه وقایع، یک بیماری در واقع دیدگاهی سیاسی هستش در ما و هیچ وقت حد وسط رو نمیتونیم در واقع باش کنار بیاییم و یا باید صد صد باشه یا سه. به همین خاطر من اگر اجازه بدید یک نگاهی به قضیه توافق هسته‌ای و ربطش به این که چرا این داستان میتونه تابلوهای سیاسی در داخل ایران و همینطور در رابطه با اپوزیسیون رو عوض بکنه و شاید که راهی باشه برای رسیدن به دموکراسی. راهی دیگر جدای از اون راههایی که گروه‌های اصلی اپوزیسیون به طور مشخص مجاهدین در 30 سال گذشته این رو تزریق کردن، پمپاژ کردن و اصرار داشتن که این راه تنها راه رسیدن به دموکراسی. ما شاهد این بودیم که اجازه دارم؟ بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. ما شاهد که در یک پروسه بسیار طولانی بیش از 8 سال و اتفاقات، داستان‌ها و خلاصه قراردادها و بعد تحریم‌ها، همه اتفاقاتی که در ایران به دلیل گروه‌ها یا افکاری که توی ایران حاکم بود باعث شد که نقطه در واقع در یک نقطه ایران تبدیل به یک کشور ایزوله بشه و غرب هم به عنوان امنیت خودش و متحدانش، غرب که داریم صحبت می‌کنیم منظور آمریکا و متحدان غربیش و همینطور کشورهای منطقه، به ایران به عنوان یک تهدید در اصطلاح بالقوه و بالفعل نگاه می‌کردن و خیلی جدیدتر که دیگه همه بالفعل می‌دیدن و اینکه صحبت از این بودش که تا چند ماه آینده رژیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کنه و این بزرگترین اهرم بودش که گروه‌های اپوزیسیون و به طور مشخص مجاهدین روش سرمایه گذاری کرده بودن. سرمایه گذاری که از دل یک ایدئولوژی بیرون میاد
و اون ایدئولوژی ایدئولوژی جنگ هست و خونریزی و برای رسیدن به هدف و قدرت راه دیگری جز این تجویز نمی کنند. و سؤالی که با این خط مش رو انداختن هر کسی رو که در این سالیان صحبت از میز صلح کرده به عنوان مماشاتگر معرفی کردن و به عنوان کسایی که با رژیم ارتباط دارن و به عنوان کسایی که خطشون از رژیم میگن یا از رژیم تزریق میشن برای بقای رژیم. اما این تغییر و این پای میز آمدن این دوره رژیم برای موضوع هسته‌ای و جدیتش برای حل کردن این مسئله یک فرصتی داد که بسیاری از این تئوری ها بر آب و برباد بشه. این دیگه امروز جدا شده ها نیستن یا اپوزیسیونی که به زعم مجاهدین همه اینها در توسط رژیم بلعیده شدن یا دانسته و نادانسته دارن در ترازوی رژیم به اصطلاح ترازوی رژیم رو سنگین میکنن. الان موقعیت در وضعیتی که مردم ما نشون دادن که جنگ نمیخوان، نشون دادن که الگوی عراق رو نمیخوان، الگوی افغانستان رو نمیخوان و الگوهایی که توسط جنگ و بمباران حکومت ها عوض شده و همینطور توسط خونریزی، مردم ما یک تغییر آرام رو دوست دارن. کشور ما کشوری نیستش که با حمله خارجی و با اتفاقاتی که به اسم مبارزه مسلحانه اپوزیسیون اینها رو تجویز کرده به آزادی و دموکراسی برسه. اگر قرار بود برسه، در 30 و چند سال گذشته مجاهدین سردمدار این داستان بودند و با تمام قوا در داخل کشور و در خارج کشور تبلیغ این داستان کردن، سرمایه گذاری کردن و روش عملیات کردن و روش شهید دادن و و و. اگر قرار بود که این جواب بده، باید تا به امروز جواب بده که نداده. اما عوض شدن این صحنه، من میتونم بگم که در واقع یک سرفصلی بود برای از بین رفتن تئوریایی که بر پایه جنگ مسلحانه و خونریزی ریخته شد. همه کسانی که تو در این دیدن در چند در سلحه گذشته در خارج کشور بودن با نیت خوب و یا با نیت خدا نکرده شر در این تابلو ثبت نام و نام نویسی کرده بودن، متوجه شدن که راه دیگری هم هست برای رسیدن به دموکراسی و آزادی. و اگر صحبت از این میشه که از حرکت جناحی در رژیم حمایت میشه، پشتیبانی میشه، به مفهوم این نیستش که این افراد حقوق بگیر و مواجب بگیر رژیم هستن. به معنی و مفهوم این هستش که فشارهای ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی و ناشی از تحریمها در ایران و مردم ما بر عامه مردم ما به حدی زیاد شده که این مردم الان در حال حاضر ظرفیت و گنجایش پذیرش دموکراسی رو دارن، اما با روش و راههایی که به همه جهان به همه مردم ما ثابت شده که اونهایی که با خون و خونریزی جلو رفتن، با خون و خونریزی حکومت ها هم به پایین کشیده شدن و به دموکراسی نرسیدن و گروه دیگر آمده و اونها هم دوباره در واقع در انحصار خودشون یک حکومت رو درست کردن. حالا چرا من این قسمت رو یه مقدار پررنگ کردم؟ به خاطر اینکه مجاهدین در این مرحله به طور واقعی و به طور استراتژیک دستشون خالی شد، چون رأی و امضایی که نمایندگان ایران اونجا زدن امضایی بود که خواسته مردم ایران بود و نه فقط خواسته حکومت ایران. مردم ایران چنین چیز رو میخواستن. مردم ایران تحریم رو دوست ندارن، مردم ایران فشار رو دوست ندارن، مردم ایران نقض حقوق بشر رو دوست ندارن، ولی با روش خودشون گفتن و در واقع نشون دادن یک نه بزرگ به تمام شعارهای مجاهدی، یک نه بزرگ به تمام خون و خونریزی هایی که در چند دهه گذشته انجام شده و همه مردم ما چه اون طرف و چه این طرف داغدیده و عزادار هستن. من اینو به مردم تبریک میگم و این یک آغاز یک راهیه برای اپوزیسیون و مشخصا برای مجاهدین. این که ما الان فقط این که بگیم بعض مجاهدین خرابه یا خوبه، اون به من ربطی نداره. اما من میدونم که از لحاظ استراتژی کشتی اونا به گل نشسته. من اینو میفهمم که سازمان و ارگانی که تمام سرمایه شد صرف جذب قدرت‌های خارجی و صرف تابلوی جنگ کرده بود، با این داستان دستش خالی میشه و با پای میز مذاکره آمدن رژیم باید این سازمان تمام
شعارها و ختمشش رو عوض کنه و اگر نکنه محکوم به نابودیه. از لحاظ استراتژی، از لحاظ تاریخی و از لحاظ فکری منظورم، شاید که ما یک سازمانی به اسم سازمان مجاهدین داشته باشیم، اما از لحاظ تاثیرگذاری و از لحاظ موجودیت در اپوزیسیون و موجودیت در جامعه سیاسی ایران اونها دیگه وجود ندارن. این که من بگم که مجاهدین چقدر طرفدار دارن یا ندارن، خود این توافقات و خود اتفاقاتی که در صد و خورده روز گذشته با انتخاب رئیس جمهور جدید انجام شده، خود اینها گویای اینی که مردم اون روشی که مجاهدین میگن و سایر کسانی که در همین جبهه هستن قلم میزنن، دفاع میکنن و مقابل کسایی که دارن میگن که ما یه راه دیگری داریم برای رسیدن، همه اینها دستشون خالی شده و این موقعیتی هستش که در واقع شاید مردم ما بتونن شاید با پرچم نارنجی به قول یک انقلاب نارنجی انجام بدن در کشور. اما راه جنگ خوشبختانه بسته شد. و اینکه من بگم مجاهدین الان لابی اسرائیل شدن در جامعه بین الملل یا حمایت میکنن یا حمایت میکنن، در حیطه اخبار اطلاعات من نیستش، اما اون چیزی که تحلیل ها و اون چیزی که اخبار زنده نشون میده و موزه گیری ها نشون میده وقتی که نگرانی های سازمان مجاهدین ها از رسیدن به چنین توافقی با نگرانی های اسرائیل و با نگرانی های کسای دیگری که در منطقه در واقع منافع خودشون رو در خطر میدن در ارتباط با آمریکا مثل عربستان یا هر کسی، اینا روی هم میفته، این شبهه رو ایجاد میکنه که شاید که این پشت پرده یک توافق دوستی باشه. اما من در این رابطه هیچ اطلاعات موثقی ندارم، اما این تحلیل رو در ذهن ایجاد میکنه. اینکه مجاهدین در حال حاضر در چه نقطه‌ای هستن بعد از وقایع در واقع خونبار اشرف و در دو سه ماه گذشته هرگز نبوده که لحظه‌ای خود بنده به عنوان کسایی که بسیاری از اون آدم‌هایی که در اونجا جان خودشون رو از دست دادن فراموش کرده باشن. بعد از اون وقایع واقعا در مسابقه قبلی هم گفتم من انتظار داشتم اتفاق رخ بده و رهبری مجاهدین با یه عذرخواهی بزرگ از همه اعضا و هواداران و خانواده های اون در واقع داغدار اون کشته شده ها سایرین رو به سرعت از اونجا خارج بکنه. من در ده ها مقاله و نوشته گفتم و همینطور شما اطلاع دارید نخست وزیر عراق چندی قبل، شاید الان تاریخ و روز و اخبارش رو یادم نیست، ولی در همین چند هفته گذشته رسما از آمریکا درخواست کرد برای برقراری امنیت به عراق کمک کنه، کشوری که برای شهروندهای خودش هنوز به توان برقراری یک در واقع امنیت مینیموم رو نداره، مسلما برای 3000 نفر نیروی مهمان یا افراد خارجی که در یک پایگاهی در حاشیه بغداد زندگی میکنن و در کشوری که رنج میبره از احزابی که در واقع با شیوه های وحشیانه مبارزه میکنن، با شیوه های وحشیانه کشتار میکنن در میان مردم و در میان عزاداران یا در میان کسایی که دارن مراسم مذهبیشون انجام میدن گمگذاری میکنن، در واقع به دولت عراق به فرض این که بخوادم چنین امنیت رو تامین کنه توان اجرایی این داستان رو نداره. این که دولت عراق در کشتارها دست داشته یا نداشته، اون که در گمگذاری ها یا در خونفار اندازی ها دست داشته یا نداشته بحث دیگریست و ما همه موزیگیری های منطقی و انسانی رو انجام دادیم در حد خودمون و گفتیم که به دلیل اینکه اون حکومت مسئول اونجا بوده، مسئول جان و حفظ امنیت اونها بوده و در این زمینه باید پاسخگو باشه و همینطور در زمینه کسانی که الان اسیر و محکوم هستن اون 7 نفر و اون هم باز دولت عراق باید پاسخگو باشه از لحاظ حقوق بشر و از لحاظ بین‌المللی. اما اون چیزی که برمیگره به عملکرد سازمان مجاهدین، شما توجه کنید بعد از اون داستان رهبری مجاهدین برای سرپوش گذاشتن به داستان کشتاری که مشخصا میتونه ازش جلوگیری بکنه، افراد رو بلا فاصله به اعتصاب قضا واداشت. بنده با بچه‌هایی که اونجا هستن و تونستم از طریق تماس بگیرم داستان رو خیلی خیلی ساده برای ما تعریف کردم که بعد از این اتفاق بلا فاصله مواد غذایی و خوراکی هایی که در واقع در این پایگاه یا کمپ لیبرتی در توی سالن های غذاخوری بوده همه برداشته میشه و یک
اعتصاب غذای اجباری به اعضا و در واقع کارهای سازمان تحمیل میشه. با این هدف، هدف اول با ضعیف کردن و بیجان کردن و در ضعف و خاموشی بردن، صدای هر اعتراض و سوالی رو ببندن که چرا شما بالاترین کادرهای سازمان رو در یک محلی بدون حفاظت و پوشش قرار دادید و چرا اصلا به چه دلیل باید اون تعداد نفرات در اونجا میموندن. و نکته دوم، وقتی که این اعتصاب قضا به نتیجه برسه، مسئول رجوی بگه که ما به پیروزی رسیدیم و اون ارزشش داشت، دولت عراق یا هر کسی دیگه یا رژیم و هر کسی دیگه در مقابل ما زانو زدن و ما 7 نفرمون رو آزاد کردیم. الان بیش از 85 روز میگذره از اعتصاب قضا، اگر اشتباه نکنم 80 و چند روز داره میگذره از اعتصاب قضا، شاید به نزدیکی 90 هم رسید. 88 روز. درست. و این اعتصاب قضا همیشه در اتفاقات و وقایع سیاسی و موضع‌گیری‌هایی که انجام میشه به نتیجه کار نگاه میکنن. در این مدت افرادی که ضعیف و ضعیف‌تر بودن ضعیف شدن و خیلی هاشون کارشون به بیمارستان کشیده، چون که یک اعتصاب قضای معمولی نیست و اون افراد معمولی نیستن، افرادی که سالیان در گرمای 40-50 درجه با بیگاری‌های بالای 13-14 ساعت که بنده هم خودم جزو همونا بودم روبرو بودن، و افرادی هستن که بسیار به لحاظ جسمی الان ضعیف هستن، با میانگین سنی 40 سال به بالا و کمبود امکاناتی که طبعا در این سالیان خیلی خیلی بیشترم شده. این کمبود امکانات از این طریق به هیچ نتیجه‌ای که نرسیدن، نیروها ضعیف‌تر که شدن، اون 7 نفر پیدا نشدن و پروسه خارج کردن افراد هم با وقف و در واقع با کارشکنی انجام شده. پس اگر داریم صحبت از یک عملکرد سازمان و نتیجه کاراش میکنیم، یا مثلا فرض بگید این جمله‌ای که شما شروع کردید، من به این محکمی نمیگم که یه سازمان خیلی فلان شده اینا، ولی عملکرد رو که میبینیم نتیجه صفر مساوی با صفر بوده. اما قسمت غم‌انگیز داستان رو هم بشنوید از همون دوستان و یاران اصیلی که در اونجا بودند. به بسیاری از اون بچه‌ها گفته شده بوده که شما اعتصاب قضا نکنید و وایسید و در مقابل این داستان موضع‌گیری کنید، در مقابل این داستان موضع‌گیری کنید و این کارو نکنید. و اونها گفتن که این زندگی دیگه واقعا برای ما سخت و فشاره، ای کاش که در همین اعتصاب قضا بریم، یعنی به مرگ برسیم. و این چیزی که بسیاری از کسایی که اونجا بودن در آرزوی مرگ به این اعتصاب قضا دست دادن، نه در اعتراض به کشتار اشرف و نه در اعتراض به در واقع 7 اسیری که الان نیستش. اما اون چیزی که مهمه، باید بدونیم که اون اعتصاب قضا هم یک بار تشکیلاتی داره. وقتی داریم صحبت از تشکیلات و چارچوبش میکنیم، حتما برای شما که بیشتر آشنا هستید و سایر شنوندگان و بینندگان، یعنی مسائل و موضوعات در حیطه اختیارات فردی نیست و از بالا به پایین در واقع این ابلاغ میشه و افراد موظف به انجام دادنش هستن. این بخش، امیدوارم که بتونسته باشم سوال جواب داد. من ممنونم از شما. همین الان وبسایت خود مجاهدین رو نگاه کردم و عدد 90 رو روی، چون اینها روز شمار دارن برای اعتصاب قضا، عدد 90 رو گذاشتن و به اصطلاح اونجایی که عکس‌های اعتصاب قضا هست حاکی از این هست که 90 روز اینها اعتصاب قضا کردن. بله، من همون سوالم درباره همین اعتصاب قضا بود که شما خودتون باز کردید و به خوبی هم توضیح دادید. از دوستانی که از سازمان مجاهدین به کشورهای دیگه آمدن، آلبانی و اینها، اونها خبری هم دارید شما؟ افرادی جدا شدن یا تماس گرفتن با دیگران؟ وضع اونها به چه صورت هست؟ بله، خوشبختانه بسیاری از دوستان و بچه هایی که با هم دیگه ما در اونجا بودیم و به قول معروف هموند و همبند بودیم، موفق شدن که بیان در واقع آلبانی مستقر شدن و خوشبختانه بزرگترین آرزوی ما این بوده که اینا در وهله اول صحیح و سالم باشن و این بسیار بسیار برای ما
در واقع خبر خوبی بوده و واقعا چک مدل ما روشن شد که اینا سالم تونستن از اون جهنم بیرون بیان و به اینجا برسن. این نکته اول. اما نکته دوم و اینکه در درس نوشته ها و مقالات و تذکراتی که بسیاری از دوستان جدا شده و بقیه دوستان مثل آقای قسیم و یا بقیه دوستانی که در این زمینه هم و هموطناشون کمک میکنن باید تأکید بشه که تشکیلات جا زمان و مکان نمیشناسه. وقتی من دارم تشکیلات صحبت میکنم به دلیل این کلمه فرقه رو به کار نمیبرم که شاید برای بعضی از کسایی که هوادار مجاهدین باشن و منو بشنون جان دافعه بکنه، اما همینقدر تشکیلاتی که در راه برده و تبدیل به یک فرقه شده، اگر صحبتی از این میشه صحبت از دشمنی یا پدرکشتگی با این سازمان نیست، صحبت از عمل کرده. افرادی که در اینجا هستن اجازه ندارن با افراد جدا شده در اسکایپ، در فیسبوک و در اینترنت تماس برقرار کنند. اونها گفته شده که اگر شما میخواید مسائل اداری و حقوقی شما حل بشه، شما نباید با اینها تماس داشته باشید. سازمان وعده داده که اونها رو به کشورهای مطرح‌تر اروپایی، به کشورهایی که از لحاظ اقتصادی قوی‌تر هستن و موقعیت بهتری رو برای پناهنده ها برقرار میکنن، در واقع این به عنوان یک تهدید و تطمیع و یک گرویی در دست اونها هستش که هنوز هم اونها اجازه ندارن که آزادانه تصمیم بگیرن. ولی اینکه من حتی با دو سه تا از اون بچه ها تونستم در واقع چت کنم و با یکیشونم در هر حال تلفنی و اسکایپ بنده رو پیدا کردن و صحبت کردیم، بسیار بسیار از این موضوع حراسان بودن که تو خدا به اسم ما رو به جایی نگی، یه موقع نگی ما صحبت کردیم یا از همین چیزا. و من واقعا متاسف شدم که در واقع در قلب اروپا شما نگاه کنید افراد کماکان در همون ترس و لرز هستن، یا اینکه یکی از اونها در به اصطلاح قسمت پیام‌های خودش برای من فحش نوشته و من خیلی تعجب کردم که چون که من تنها چیزی که براش نوشته بودم نوشتم که من یک دنیا از تو از یک دنیا خوشحالم که تو رو در آزادی میبینم، ای کاش میتونستم، ای کاش امکاناتی داشتم که میتونستم به دیدارتون بیام و شما رو ببرم یک گردشی بکنیم، ولی متاسفانه چنین امکانی ندارم، ولی قلب و دلم با شما هم. و اون برای من فحش نوشته و من خیلی تعجب کردم و بعد از طریق تلفن یک دوست دیگری که اون پیام داده بود به من گفته بود که اگر من برای تو این چیزا رو نوشتم یک کسی بالای سر من بود و به من گفت این چیزا رو بگو، و این در هر حال مایه تأسفه اما برای ما مایه خوشحالیه، چون که در واقع چتر تشکیلات و فرقه بستگی به توان روحی و توان هر فردی از حتی از روزی که ازش میاد بیرون زمان میبره که افراد این در واقع احساس رهایی رو بکنن. و من به همه اونها حق میدم اگر با ما صحبت نکنن. چند تا از دوستانم هستن که در کل اومدن و من غیر مستقیم باهاشون تماس داشتم ولی حاضر نشدن صحبت بکنن به خاطر اینکه میگن که ما هنوز از لحاظ روحی اصلا آماده نیستیم با نفراتی که قبلا از ما اومدن و اینقدر در درون ذهن ما درگیری هست و مارک و انگ و این چیزا هستن جرأت صحبت کردن رو نداره. ولی خب مثلا آدرس‌های مختلف اینترنتی و تلفنی ایمیلی رو گرفتن و ما گفتیم هر موقع دوست داشتید تماس بگیرید، اگر به آلمان هستش حکومتی از دست ما برگیاد به با کمال میل، اگر هم نه حداقل هستش که از لحاظ روحی پشت شما هستیم و دلگرمی. این نکته هستش که در رابطه با نفراتی که الان تونستن بیام بیرون. اما اون چیزی که نگرانی خیلی زیادی برای ما هستش افرادی هستن که هنوز موفق نشدن و ما میدونید که در چند روز گذشته یا هفته‌های گذشته بود یک گروه 100 نفره قرار بود خارج بشه که در میان این گروه یک کسی رو که در واقع یک خانمی که در واقع در لیست قضایی عراق بود گنجونده بودن و میخواستن از اونجا خارجش کنن و این باعث شد که اون سازمان اون 100 نفر رو به گروهی اون یک نفر برگرد. و اینا اتفاقاتیه که شاید در اخبارها در حد یک خط دیده بشه یا در پیام‌هایی که میاد،
ولی اینا بسیار بسیار مفهوم داره. به طور خاص هواداران گرامی که دارن، هواداران گرامی مجاهدین که دارن صحبت‌های بنده رو میشنون، واقعا قابل تأمله که چرا باید اگر یک نفر از لحاظ قضایی اجازه نداره، 100 نفر دیگه باید جانش در خطر باشه و در آنجا بمان. و شما متوجه میشید که وقتی که تشریعات میگه که همه برای یک نفر، مفهومش اینه. وقتی که میگه همه برای یک نفر، یعنی اون یک نفر ارزشش از اون 100 نفر بیشتره. ببخشید آقای ساعتی، منظورتون از قضایی یعنی پیگرد قانونی؟ این رو یه مقدار توضیح بدید، من متوجه نشدم. موضوع قضایی اینی که تعداد خیلی خیلی محدودی از افرادی که در اونجا هستن شاکی های خصوصی شاکی دارن و بعضا هستش که در خود کشور عراق از طرف مثلا کردها یا از طرف شیعیان یا از طرف کسایی که ثبت شده در دستگاه قضایی عراق با نام و نشانی و اسم و آدرس شاکی دارن و دولت عراق طبق قوانین خودش، بنده اصلا اظهار نظر نمی کنم که اون ایشان مثلا گناهکارن یا نیستن، اما طبق قوانین باید وایسن و پاسخگو بشن و یا لااقل اون پرونده بسته بشه. منظور من از پرونده قضایی اینه. این که مثلا بنده اینجا اظهار نظر کنم که کسی خلاف کرده، جنایت کرده یا هر چیزی، اصلا من در چنین سطح و مقام نیستم و به خودم اجازه هم نمیدم که وارد این وادی بشم. اگر دوستان دیگری هستن که اطلاعات دارن یا چیزایی نوشتن، میتونید به نوشته آقای محمد کرمی مراجعه کنید در وبلاگ عیاران، یه سری نکات نوشتن. ولی بنده چون خودم دوست ندارم که مطالبی که خوندم ولی خودم در رابطه باهاش اطلاعات موثق ندارم، اونا رو بازگو کنم. بله بسیار ممنونم از شما. یعنی ایشون اون کسی که شما میگید متهم هست و این مرسوم هست. شما هم ازتون تشکر میکنم که خیلی قشنگ این رو صحبت میکنید و میگید که به خودتون اجازه نمیدید که کسی رو که متهم هست مجرم و محکوم بشناسید تا اینکه اون پروسه دادگاه انجام بشه. سوال من اینه، اگر کسی شکایت میکنه از یه فردی که درون سازمان هست، آیا دولت عراق نفوذی روی اون سازمان یعنی داره؟ میتونه به عنوان یه شهروند عراقی بره اونا رو بیاره به دادگاه یا احضار کنه؟ چجوریه اونجا برای خودشون یه دژ و یه قلعه‌ای درست کردن؟ یا اینکه واقعا عراق اونجا میتونه نفوذ داشته باشه مثل یکی از شهرهای خودش؟ بله درست. جهت اطلاع ما و شهروندگان بلند، بعد از ژانویه سال 2009 دولت عراق رسمیت سازمان مجاهدین رو در عراق به عنوان سازمان ملغا کرد و با هر نفر طبق قوانین و کنوانسیون های ژنو با هر نفر به صورت انفرادی ملاقات کرد و با اینها پرونده های در واقع شخصی پر کرد. یعنی هر نفر در اونجا دارای یک در واقع موقعیت حقوقی هست در عراق به عنوان شهروند موقت یا به عنوان میهمان یا به عنوان متقاضی پناهندگی، چون که در اون موقع در یک به اصطلاح مصاحبه رو در رو با سازمان حقوق، با وزارت حقوق بشر عراق و همینطور با حضور ارتش آمریکا و همینطور با حضور نمایندگی نخست وزیری عراق، تک تک اعضا و افراد، بنده خودم در همون پروسه از سازمان خارج شدم، تک تک اعضای سازمان، تک تک کسایی که در دیگه هستن ثبت نام شدن و در پاسخ سه تا سوالو میدادن که شما سه تا راه داری، یکی رفتن به کشور مبدا، یعنی اگر کسی ایرانی هست برگرده ایران، اگر مثلا اهل دبی هست برگرده دبی یا مثلا شناسنامه دبی داشتن، بودن نفراتی که در واقع شناسنامه کشور دیگه هم داشتن یا پاکستان یا هر جای دیگه، و یا کشور مبدا یا ماندن در عراق و یا کشور ثالث. کسانی که کشور مبدا رو انتخاب نکردن دو تا تابلو داشتن، کشور ثالث و کشور عراق. سازمان مجاهدین به همه ابلاغ کرد که شما همه افراد، تمام افرادی که عضو سازمان هستن باید در این مصاحبه وقتی که میرن صحبت نکنن و با مشت گره کرده بگن ماندن در عراق. و این
مثل همین امروز که دارن اعتصاب غذا میکنن، داستان در همون موقع همین بود، ماندن در عراق. و بعد از اون تاریخ، من به این قسمت سوال شما برسم از بحث دور نشم، در اون موقع تمامی افراد دارای شخصیت حقوقی در کشور عراق شدن، یعنی کسایی که توسط دولت جدید عراق ثبت نام شده بودن، به دلیل اینکه در دوره قبل از در واقع جنگ آمریکا و عراق و در دوره حکومت صدام حسین، افراد به صورت فرد شناخته شده نبودند. قراردادی بود بین دولت عراق و سازمان مجاهدین و رهبری مجاهدین به عنوان یک سازمان، و البته دولت عراق و سازمان مجاهدین به مثابه یک کشور برخورد کرد و در واقع مقر سازمان مجاهدین رو به مثابه یک سفارتخانه خارجی بین قراردادی که بین هم دیگه داشتن. در نتیجه دولت عراق اجازه بدون کسب اجازه از سازمان مجاهدین اجازه ورود به مقرهای مجاهدین رو نداشت. این قراردادی بود بین مجاهدین و دولت سابق عراق. بعد از اومدن، همینطور که اشاره کردم، موقعیت دولت جدید موقعیت سازمان مجاهدین و رسمیت سازمان مجاهدین رو ملغا اعلام کرد و گفتش که طبق قوانین ما، البته همون موقع هم طبق قوانین اون موقع عراق هم چیزی به اسم موجودیت سازمان شناخته شده نبود، اما این یک در واقع شیرینی بودش که در واقع رئیس جمهور عراق داده بود به مجاهدین و رهبری مجاهدین که شما باشه این یک استثناء رو در قانون، چون که در واقع رئیس جمهور عراق رئیس شورای انقلاب عراق بود و رئیس در واقع قانونگذاری و کل سیستم حکومتی دستش بود، این توانو داشت که این پرانتز رو باز کنه و یک پرانتز در وسط قانونشون دیده نشه. اما طبق قانون موقع عراق هم افراد باید در واقع ثبت می‌شدن و اون موقع افراد اگر در افراد سازمان مجاهدین مجبور بودن همیشه با لباس و در واقع به صورت تجهیزاتی که شناخته شده بود در شهرها و قسمت‌های مختلف عراق تعرض کنن، و اگر دچار و اگر خلاف می‌کردن طبق قانون به سازمان گفته می‌شد و بعدم سازمان باید اونا رو معرفی می‌کرد. مثلا در یک حادثه تصادف رخ میداد. این داستانی بود که اون موقع بود. اما با عوض شدن قانون، مجاهدین به اسم مجاهدین در دولت عراق به رسمیت شناخته نشدن، اما مجاهدین با روش‌های خاص خودشون جلوی دولت عراق و جلوی ارتش عراق گرفتن. با اینکه افراد تک به تک ثبت شدن و دولت عراق افراد رو تک به تک می‌شناسه، اما مجاهدین با اقدامات خودش کاری کرد که دولت عراق توان برخورد یا توان صحبت کردن با تک تک افراد نداشته باشه و همیشه یک سازمان رو در مقابل دولت عراق قرار داد، و این یک مسئله بسیار پیچیده شد برای دولت عراق. از اونجایی که دولت عراق هم جدید بود و نمیتونست با این موضوع چجور برخورد کنه، خب طبعا خیلی چپ و راستای خیلی زیادی انجام شد و همون داستان در واقع اگر اشتباه نکنم 19 فروردین بود که وقایع خونبار و به اصطلاح بسیار بسیار ناراحت کننده‌ای که در واقع ناشی از همین سیاست‌ها بود، از یک سو سازمان مجاهدین و از دولت عراق. اما اون چیزی که الان مد نظر هست، افراد تک به تک دارای موقعیت هستن در عراق و طبق قوانین کشور عراق، دولت عراق اجازه داره که هر شخصی که در خاک خودش زندگی میکنه و نسبت به شکایتی هست از اون شخص سوال بکنه و اونو به دادگاه ببره و خلاصه، و شخص هم میتونه اجازه اینو داره که اعاده حیثیت بکنه یا هر چیز دیگر. من ممنونم از شما. اجازه بدین به دوستان یادآوری کنم که چه در حین برنامه چه در موقعی که این برنامه ها به صورت بازپخش هست، میتونن با شماها از طریق تلفن هایی که شماره تلفن و ایمیلی که روی صفحه کامپیوتر و تلویزیونشون میبینن تماس بگیرن، پرسششون رو بپرسن، نظرشون رو مطرح کنن، و شما دوستان هر از 3-4 هفته‌ای به این پرسش ها پاسخ میدید و به نظرات اونها هم در موردش صحبت میکنید یا با دیگران در میان میگذارید. من تشکر میکنم. اگر موضوع دیگه‌ای هست بفرمایید تا ما هم بشنویم، و همونجوری که خدمت دوستان گفتم، آقای علی شاهی و دوستانشون کار جالبی رو شروع کردن، تا حالا 3-4 ویدیو درست کردن. اون ویدیوها رو ما در نوبت‌های که جا داشته باشیم، وقت داشته باشیم، پخش می‌کنیم، دوستان ببینن، در مورد اون ویدیوها هم نظراتشون رو با ما در میون بذارن. بفرمایید.
من فقط نکات زیادی توی ذهنم هست، ولی دوست دارم که اصولا وقتی که یه بحثی رو امروز شروع کردیم و در واقع در چارچوب یه بحثی هستیم، خیلی به این بر اون بر نریم که بتونیم تو همین چارچوب نتیجه‌گیری بکنیم و تو همین چارچوب از همدیگه بیاموزیم. و من همیشه برنامه‌های شما رو نگاه میکنم و از میهمانانتون و خود شما خیلی یاد میگیرم. نکته خیلی خیلی مهمی هستش که ما در یک در واقع یک مقطع تاریخی خاصی هستیم. من یادم نمیره، حتما شما بهتر از من یادتون هستش که من وقتی که کوچیک بودم سال 60-61 و 62 از نزدیکان ما پدر یا مثلا نزدیکان ما که بودن همیشه صحبت از این میکردن که آقا یه هفته دیگه تموم میشه. معنی تموم میشه حتما واضحه دیگه، یعنی رژیم میره. و این بسیار بسیار موضوعی بودش که ما همیشه با یک شور و هیجانی، من اون موقع یادمه که خیلی این رادیوها تو ایام جنگم بود و پدر و پدر بزرگ و همه به اصطلاح سنتشان از قبلیات با خیلی حرارت زیادی این رادیوهای اسرائیل آمریکا و و و و خیلی خوب گوش میکردن و منتظر همون هفته آخر بودن. و حال دیدیم که این سالیان گذشت. این به ما یک پیامی میده، این سالیان به ما یک پیامی میده، به ما میگه که ما یک راهی رو و یک مسیری رو اشتباه رفتیم در رابطه با تصمیم گیری برای کشور خودمون و در رابطه با کل موضوعاتی که نتیجه گیری هایی که موکول میکردیم به هفته و هفته های بعد و یک ماه دو ماه آینده. و میبینیم که ما نباید پا بذاریم در جای پای اون کسایی که مسیرهای اشتباه رفتن. و این اون چیزیه که در واقع واقعا یه بازنگری میخواد. شاید برای کسایی که یک کمی سنشون بالاتر رفته باشه مشکل باشه، اما شدنیه. در آلمان بسیاری بسیاری از افراد هستن که بعد از اینکه ازدواج میکنن و صاحب بچه میشن و بچه‌شون بزرگ میشه، در سن 50 سالگی مجددا میرن دانشگاه و اونا میگن که الان تازه یه نقطه شروع جدیده. منم میگم که در نوع تفکر سیاسی مردم ما و در نوع اندیشه کسایی که اسم خودمون رو گذاشتیم ایرانیان و ایران دوستان، به طور مشخص اینایی که در خارج کشور هستن، بهتر نیستش که به جای اینکه هوادارهای مجاهدین و خود سازمان مجاهدین سایت درست کنن و عکس‌های من و سایرین رو بذارن و خوش و بد ویرا بگن و یه کسی کسا هم بیان زیرش یه سری چیزا بنویسن، بهتر نیستش که یه نگاهی هر کدوم از ما یه نگاهی به عملکرد 10-20 ساله گذشته خودمون بکنیم؟ بهتر نیست بشینیم از خودمون سوال بکنیم که کجاها اشتباه رفتیم و کجا رو میشه تصحیحات کرد؟ و اتفاقی که در واقع چند روز گذشته رخ داد و این توافق هستی که هیچ کس پیش بینی نمی‌کرد و همه گفته بودن که به بنبست و شکست می‌خورد، من الان خیلی خیلی خوشبین نیستم که 100% این اتفاق در ایران با سنگ اندازی و به اصطلاح اتفاقاتی که ممکنه سایر جناح‌ها انجام بدن، ولی خود این حرکت و خود این نقطه نشون میده که پس ما مردم ظرفیت اینو داریم که به چیزای خیلی بهتر برسیم و مردم ما شایسته خیلی بهتر از این هستن. بهتر نیست برای به جای مخدوش کردن این همه فضای سیاسی در خارج کشور که واقعا شما نگاه کنید هیچ کس نیستش که هیچ حرفی بزنه که آدم بتونه از این حرف یک سندیت بگیره و یک به قول معروف فانوسی پیدا کنه، چراغ راهی بشه یا اینکه مسیرش رو درست بکنه. همه حرفای مخدوش میزنن و هر جا هم که کم میاریم شروع میکنیم در واقع پرونده گذشته قبلی افراد رو بیرون کشیدن. یک نمونه، من چرا این موضوع رو میگم؟ چون الان به نظر من وقت خوبی هستش برای تغییر، وقت خوبی هست برای اصلاح. نمونه مشخص این آقای دکتر روحانی و کریم قسیم، آقای دکتر کریم قسیم بسیار بسیار اشخاص حرفه‌ای در امر سیاست و همینطور در امر تخصص خودشون چیزی و در اینکه اونا واقعا افرادی بودن که در سطح خیلی بالا مبارزه سیاسی کردن و در یه روز متوجه شدن که این مسیری که دارن میدن یا این گروهی که دارن کار میکنن به هدف نمیرسه. و چقدر خوب که حتی هواداره مجاهدین یه خسته نباشی میگفتن که آقا شما 33 سال عمرت رو اومدی موهات سفید کردی، زحمت کشیدی، کلی برای ما قلم زدی و سخنرانی کردی
دست شما درد نکنه. حالا امروز هم که خسته شدیم یا مثلا دیگه نمیتونیم، پس یه اشکالی نداره، ما همیشه دوستت داریم. و این مطمئنن خیلی چیزهای درهای بیشتری رو به روی ما باز میکنه. و من فکر میکنم که سازمان مجاهدین باید در محتوا و در واقع عمل کرد و همینطور در استراتژی و در تاکتیک یک تغییرات بنیادی ایجاد کنه. وگرنه برمیگردم به جمله اول شما، وضع خیلی خرابتر از این حرفاست که اونها بخوان با شعر و شعار و با پول نگهش دارن. وقتی یه چیزی به پایان خودش میرسه، زیر چرخنده های بزرگ تکامل از بین میره و این در واقع تغییر تاریخ. من ممنونم از شما. بانوی از سوئد سوال کردن از شما که سلام آقای ساغرچی، امیدوارم حالتون خوب باشه. همین الان موفق شدم که تصویر شما را ببینم و سوالی داشتم در مورد این چند نفری که اسیر هستند. شما فکر نمی کنید این چند نفر که در دست نیروهای عراقی هستند، فکر کنم منظورشون اون 7 نفر است، بله در حال دیدن فیلم های وطن فروشی آقای رجوی و یا قصه دردناک یکایک شما که همه چیز را از دست داده اید و دست خالی بیرون آمده اید و تهدید هم همیشه توی زندگیتون هست به خاطر اینکه بقیه زندگیتون را هم به خرابی طی کنید، و بعد از اینکه ماهیت این مرد کوچک را شناختن یک مرتبه موضع‌گیری کنند و برخلاف میل مرد کوچک، منظورم رجوی است، همه این بازی ها نقش بر آب شود با تعریف و حکایت حضورشان در کمپ اشرف، یا تعریف حکایت کنن در حضورشان در کمپ اشرف. و این بار فرقه به جای دفاع از آنها یک مرتبه، ایشون نشته 90 درجه ولی باید البته بگه 180 درجه، یک مرتبه 180 درجه تغییر کند و آنها را وابسته به رژیم بداند. بد نیست نظر شما را بدانیم. ممنون از این بیننده عزیز. و بفرمایید شما فکر نمی کنید که اونها رو، این روش معمولی هم هست. من یادم توی آلمان داستانی رو خوندم که در جنگ جهانی دوم وقتی که خلبانهای آلمانی رو گرفته بودن، اینها رو شکنجه نمی دادن، اینها رو در یک کلاس هایی صبح و ظهر و اینها عکس های جنگ رو بهشون نشون می دادن و خرابی ها و ویرانی هایی که اینها کرده بودن، که خیلی هاشون برگشته بودن به نیروهای به اصطلاح چیز پیوسته بودن، اونهایی که ناجی بودن در جنگ جهانی دوم، و خیلی هاشون حالت روانی پیدا کرده بودن. این دوستمون خیلی مسئله قشنگی رو زیر ذره‌بین گذاشتن. میگن به نظر شما فکر نمی کنید که اونها رو یه جایی نگه داشتن و دارن همون آشنایی که شما در طی سالیان پیدا کردید، اونها رو دارن آشنا میکنن با اون چیزی که گذشته در اشرف؟ و نظر شما چیه؟ اجازه بدید من به این سوال یه سوالی هم از طرف خودم اضافه کنم. از 40 و چند نفری، چون 52 نفر کشته شدن که متاسفیم، 7 نفر اسیر شدن که متاسفیم و نگرانیم ببینیم چه به سرشون میاد، 40 و چند نفر اونجا جون سالم به در برن، هیچ خبری از اونها نیست. در مورد این دو موضوع اگر لطف کنید صحبت کنید ازتون ممنون میشه. خواهش میکنم. اول سوال دومو جواب بدم یا اول سوال بیننده؟ اونها خواهش. احترامشون رو بهتر از مثلا مهمان برنامه هستن، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطفتون، نکاتی که نوشتید و مطالبی که گفتید. من هم آرزو میکنم که در واقع افراد بتونن، اول از هر چیز آرزوی قلبی من اینه که اونها سالم باشن و مهمترین چیز اینه که اونها زنده باشن، سالم باشن و در سلامتی کامل به سر ببرن. این آرزوی قلبی ما و همه دوستان و هموطنان، چون که اونها هم فرزندان ایران هستن. نکته دوم این که در رابطه با این که یک پرانتز کوچیک، ما سالیان طول نکشیده که در واقع به اون نقطه برسیم. رسیدن به این نقطه در واقع یک لحظه داره و اون لحظه‌ای که شما متوجه میشی که با تمامی قوا و با تمامی نیرو، احساسات، عواطف، آرمان‌ها و عشق شما رو به بازی گرفتن و اون یه لحظه است. یعنی اون لحظه وقتی تصمیم میگیره فرد از لازم، یعنی اون موقع در واقع در زبان معمولی مجاهدی میگن پوسته میشونه. این پوسته شکستن در واقع یک
انسان یا موجود دیگری بیرون میاد. اینکه اون افراد در چه شرایطی هستند و بعدم چنین موضعی بگیرن، شاید که این نکته رو باید واقعا سازمان مجاهدین در نظر بگیره و شما فکر نکنید که سازمان برای اون شخصش جواب نداره و به راحتی، مگر نبود که برای آقای قصیم در ظرف 24 ساعت یه سری کاغذ و نوشته و چیزهایی آوردن که مربوط به سال 1000 نمیدونم کی بود، 1300 بود و خلاصه مدرک سازی و فلان و قصیم اینا از اول اینطوری بودن یا هر چیز دیگری اتفاق ممکنه رخ بده. من اینکه دوست دارم که واقعا همه افراد به این نقطه برسن و خودشون تصمیم بگیرن، اجازه داشته باشن که بدون فشار، اگر حالا کسی تصمیم گرفت که با سازمان باشه، باز هم باید احترام گذاشت به تصمیم اون، ولی صحبت از اینی که این افراد اجازه ندارن تصمیم بگیرن، صحبت از اینی که این افراد کسانی هستن که زیر فشار هستن. اما اون چیزی که من مشخصا حس میکنم، تصمیم برای این که یک شخص به این نقطه برسه که در واقع در مقابل اون چیزی که سالیان براش قدم برداشته و جون عمرشو گذاشته و در مقابل اون بیسته و متوجه بشه که اون چیزه، این تصمیم بسیار بسیار دشواریه. یعنی بسیار بسیار بالاترین کادر سازمان مجاهدین که از خود آقای رجبی بالاتر بود، مرحوم مهدی افتخاری، ایشون در سازمان مسئولیت یه باغچه 2 متری یا 10 متری داشت، باغچه سبز. در واقع تئوریسین اصلی مجاهدین، در واقع کسی بود که واقعا از لحاظ کار تئوریک و کار سیاسی جز نوابغ این سازمان محسوب میشد از دهه 80. اما ایشون پذیرفت، در هر صورت درسته که ایشون پذیرفت اونجا بمونه و اگر بیرون میومد حتما صحنه عوض میشد، حتما یه جوری دیگری کمک میکرد، چون چیزایی که ایشون اطلاع داشت هیچ کس دیگری اطلاع نداشته از اون چیزی که در درون در به اصطلاح در اون عمق سازمان بوده. و ایشون در همونجا مونده، در به باغچه سبزی راضی شد، به دلیل اینکه در جبهه انقلاب مجاهدین وایساد، به باغچه سبزی راضی شد ولی راضی نشد که بیاد بیرون و در واقع یک جوری روشنگری کنه و جبران کنه. این یه نکته. و اینکه اونها، من هم امیدوارم که اونها سالم باشن و در یک نقطه بیان و در و این موزگیری رو انجام بدن و این خیلی خیلی برای، یعنی واقعا این در واقع یک فانتزی که اگر چنین چیزی بشه که مثل همین داستان در واقع یک سطل ماست و دریاست دیگه، اگر بشه همشه دوختر که دیگه چقدر عالی میشه. این و در رابطه با 40 و چند نفر، این 40 و چند نفر وقتی که اینو برگردونده شدن به لیبرتی، در لیبرتی اینها از کلیه نفرات جدا هستن و هیچ کس، چه خودشون با هم دیگه و چه افرادی که در لیبرتی بودن، اجازه صحبت کردن با اینا ندارن و براشون مرز سرخ ها شده که از وقایعی که در اونجا رخ داده برای سایر افراد لیبرتی بگن و افراد لیبرتی کماکان هیچ اطلاعی از اتفاقاتی که در اونجا افتاده از افرادی که زنده در اون صحنه بودن هنوز نتونستن بشنون. من از شما ممنونم، بسیار استفاده کردیم. اگر صحبتی هست بفرمایید، اگر نه با دوستان خداحافظی کنیم، ولی بریم اون فیلم رو ببینیم که حدود 34 دقیقه هم هست، آخرین فیلمی هست که آقای علی شاهی فرستادن و امیدواریم فیلم‌های جدیدتری هم تهیه کنن و بفرستن. بفرمایید. منم بسیار سپاسگزارم، خیلی خوشحال میشم هر موقع میام تو برنامه شما، خوشحال میشم که همه دوستان و همه کسایی که برنامه میشن شرکت کنن، در برنامه سوال جواب کنن، هر چیزی بلد بودیم جواب بدیم، بعدم نبودیم میریم تحقیق میکنیم بعدم جواب میدیم و خیلی خوشحال میشیم هر موقع که این فرصت در اختیار ما قرار میدیم. خیلی ممنون. بیننده ها تعریف شما رو میکنن که شما خیلی منطقی صحبت میکنید، خیلی آدم متینی هستید. گفتم ایشون ورزشکارم هست، یه دفعه برات به چیزای ورزشی هم صحبت کنیم و سوال کنیم از شما. خواهش میکنم، مرسی، نظر لطفشونه، امیدوارم که بتونیم وظیفه خودمون انجام بدیم. من از شما ممنونم، بهترین ها رو برای شما و خانواده شما و خانواده بزرگتون تمام ایرانی ها آرزو میکنم. مرسی، بسیار سپاسگزارم، خدا نگه. مرسی، به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای مهداد ساغرچی بودیم. اجازه بدید که در این چند دقیقه‌ای که باقی مانده بریم و اون فیلم رو ببینیم که گزارشی هست از مجاهدین، چه میگویند، چه مینویسند و چه میکنند.
اگر نظری دارید، پرسشی دارید، حتما با ما یا با کانون آباد تماس بگیرید. این دوستان خوشحال میشن که به شما پاسخ بدن یا نظرات شما رو بشنون. مرسی. پس برنامه رو با هم پی میگیریم. ممنون از شما. مجاهدین خلق، نماد وابستگی و مزدوری، جاسوسانی که خود را عرضه می کنند و برا دو انگیزه همیشگی مجاهدین برای جاسوسی و وابستگی: یک، حفظ جان، البته نه حفظ جان اعضا و هواداران که حفظ جان رهبری. دو، کسب قدرت. پرونده های همکاری سازمان مجاهدین خلق با نهادهای امنیتی و سازمان های اطلاعاتی در واقع به 6 بخش تقسیم کردیم که از حضور شما خواهیم گذارم. در بخش اول همکاری با ساواک برای نجات جان مسعود رجوی و لو دادن اعضای در واقع بنیانگذار سازمان مجاهدین. بخش دوم همکاری با شوروی سابق. بخش سوم همکاری با عراق که به دلیل اثر من شمس بودن کمترین و شاید هیچ به خاطر کمبود وقت از این قسمت بازگو نخواهیم کرد، چرا که تمام سایت ها پره. بخش بعدی همکاری با عربستان سعودی و سازمان امنیت این کشور، همکاری با اردن و همکاری بالاخره با آمریکا و اسرائیل. این اسناد بخشی از همکاری های سازمان مجاهدین خلق و شخص رجوی با ساواک می باشد که برای حفظ جان مسعود رجوی انجام گرفته. در این سند که البته کمی ناخواناست، به دست خط آقای رجوی کروکی و محل زندگی حنیف نژاد و بقیه اعضای مجاهدین کشیده شده و حاکی از لو دادن محل آنها به ساواک می باشد، چیزی که بعدها شخص رجوی را در واقع تنها بازمانده بنیانگذاران و رهبر این سازمان کرد. همینطور این مرد در این مرد میخوانیم که از طرف ساواک نوشته شده نامبرده بالا، یعنی مسعود رجوی فرزند حسین که از محکومین سازمان به اصطلاح آزادی بخش ایران است، وابسته به جمعیت نهضت آزادی است، در دادگاه تجدید نظر نظری که به اعدام محکوم گردید بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان مکشوفه به عمل آورد و اطلاعاتی را که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعیت شبکه مزبور مفید بوده و پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همکاری های صمیمانه ای را با ما به عمل آورده. لذا این سازمان، این خانانی سازمان استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد. مراتب جهت استحصار و هر گونه اقدام مقتضی اعلام می گردد. رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور ارتش بود نصیبی. و همینطور در این سند مسعود رجوی فرزند حسین نامبرده بالا که در دادگاه های بدوی و تجدید نظر آن اداره به اعدام محکوم گردیده از همکاران این سازمان بوده
که در جریان کشف شبکه سازمان آزادی بخش ایران همکاری های ارزنده و موثری داشته، مراتب جهت آگاهی اعلام می‌گردد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ارتشبد نصیری، رئیس بخش 312 از بندی، معاون اداره یکم مبینی، رئیس اداره یکم جوان. و همینطور این سند. و این سند و باز بخشی از آن همکاری ها گفته شد به دست خط شخص رجعی و باز هم و باز هم البته مجاهدین همینطور که در عکس می‌بینید، آقای رجوی دست به سینه در کنار آیت الله خمینی ایستاده، قصد داشتند که با جمهوری اسلامی همکاری کنند اما این اجازه را نیافتند. آقای میلانی، شما در مقالتون به دوره کوتاهی که مجاهدین مثل همه گروه های سیاسی مخالف شاه با آیت الله خمینی همگام بودن اشاره میکنید و میگین در همون موقع روابط نزدیکی با مسکو و به خصوص با کاگبه برقرار کردن. چه اسناد و مدارکی این ارتباط رو ثابت میکنید؟ دو نوع اسناد هست. یکی آنچه که در دادگاه سعادتی در اون زمان در مطبوعات ایران مطرح شد و در اون زمان مطبوعات از آزادی نسبی برخوردار بودن و برخی از این مسائل رو میتونستن منعکس بکنن، و دو خاطرات رئیس کاگبه در تهران هست که او هم به این مسئله اشاره کرده. منبع سوم اسناد حزب کمونیست شوروی است که در اونجا به ارتباط با کاگبه اشاره نمی کنه، بلکه به نامه های مجاهدین به حزب کمونیست شوروی تقاضای پناهندگی برای برخی از اعضاشون و بالاخره تقاضای وام 300 میلیون دلاری میکنه. این اسناد عین نامه هاش هم در هاروارد هست و هم در دانشگاه استنفورد که نسخه کامل اسناد حزب کمونیست شوروی رو ابتیاع کردن در دوران بعد از سقوط شوروی. از سعادتی نام میبرید که بعدا هم اعدام شد و میگید در تماس با کاگبه میخواست در ازای دریافت لیست ماموران سیاه در ایران یک پرونده جاسوسی رو که در حمله به ساواک به دستشون افتاده بود به اونها بده. این پرونده جاسوسی چی بود که شوروی دنبالش بود؟ این پرونده مربوط به بازداشت تیمسار مغربی بود. تیمسار مغربی بالاترین جاسوس کاگبه در ایران بود و حدود 3 سال قبل از انقلاب لو رفت در یک عملیات بسیار مفصلی از طرف ساواک که من شرح مفصلش رو با تکیه به اسناد همین رئیس دفتر کاگبه در ایران و برخی منابع دیگه هم در کتاب شاه شرح کردم و هم در کتاب نامداران ایران که یک بخشی به تیمسار مغربی تخصیص پیدا کرده. اون بالاترین جاسوس شوروی در ایران بود، مقام بسیار مهمی در ارتش داشت، تمام طرح‌های نیروهای مسلح ارتش ایران عملا از زیر دستش می‌رفت و این متناوباً با جاسوس کاگبه در تهران که به عنوان دیپلمات کار میکردن تماس میگرفت و پرونده های محرمانه ایران به در اختیار اونها قرار میداد. به هر حال برای شوروی خیلی مهم بود بفهمن این قضیه از چه قراره و به گفته رئیس کاگبه خبردار شدن که مجاهدین این پرونده رو دارن، قرار ملاقات با سعادتی گذاشته میشه، 3 بار این قرار رو تمرین میکنن برای اینکه اشتباهی، لغزشی، خطایی صورت نگیره، تعقیب نشن. ولی اگر خاطرتون باشه در اون روزهای شخصیت مرموزی به اسم ماشاءالله قصاب در لحظه بزنگا ظهور کرد و اینها رو دستگیر کردن. ماشاءالله قصاب و همدستانش که معلوم نشد از کجا آمدن و به کجا رفتن، دیگه بعد از اون فکر بکنم زیاد نشانی ازشون نبود، ولی در بزنگاه این مبادله سعادتی دستگیر شد. برخی از مکاتبات سازمان مجاهدین خلق با کاگبه
و شوروی سابق که بعدها توسط حزب کمونیست افشا شد و متن آنها همکنون در دانشگاه استنفورد موجود است. نامه‌ای به خط مسعود رجوی: به نام خدا، به نام دوستی و مبارزات ضد امپریالیستی و ضد استثماری خلقهای ایران و شوروی، رهبر کشور بزرگ همسایه ما، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، رفیق گرامی میخائیل سرکوشیوف گورباچوف، به مناسبت آغاز سال نو و در آستانه برگزاری 27 کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی، صمیمانه ترین درودها و تبریکات مقاومت انقلابی سراسری مردم ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران را بپذیرید. آنچنان که در پیام تلویزیونی که در اول اکتبر گذشته در فرانسه پخش شد گفتید، بیلان حزب کمونیست اتحاد بسیار درخشان بوده است، به نحوی که امروز شما و ما به پیروی مقاومت عادلانه مردم ایران در برابر رژیم ضد بشری خمینی، همچون پیروزی شما در قبال فاشیسم هیتلری و در قبال دیکتاتوری تزاری یقین داریم. اگرچه مردم ما همکنون روزهای بسیار تیروتاری را که یکی از سیاه‌ترین ادوار تاریخ سپری می‌کنند، اجازه می‌خواهم ضمن ابراز مجدد درودها و تبریکات خود به مناسبت سال جدید و به مناسبت برگزاری 27 کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی و ضمن آرزوی موفقیت و سلامت برای شما و آرزوی خوشبختی و رفاه برای مردم شوروی، یک بار دیگر بر اهمیت و ضرورت همدردی و همبستگی فراموش ناپذیر شما و حزب و میهن کبیرتان با مقاومت مردم ایران تاکید کنم. فائقان به پیروزی مقاومت کبیر مردم ایران برای صلح و آزادی و با تأکید بر دوستی و همبستگی خلقهای شوروی و ایران، مسعود رجوی، 26 دسامبر 1980. در نامه دوم، مجاهدین خلق از کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی تقاضای پول می‌کنند. تقاضای وام. کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی: رفقای عزیز، محترمان، سازمان مجاهدین خلق ایران که یک مبارزه انقلابی و سراسری برای سرنگونی رژیم ارتجایی و قرون وسطایی خمینی را رهبری می‌کند و بر طبق اسناد ارائه شده درگیر یک نبرد تمام عیار نظامی و سیاسی و اجتماعی و تبلیغاتی با رژیم مجبور است، برای نیل به هدف انقلابی و ضد امپریالیستی خود که نهایتاً سازمان دادن قیام مسلحانه مردمی را در چشم‌انداز دارد، در مجموع به مبلغی در حدود 300 میلیون دلار که ارزیابی پولونوم اخیر کمیته مرکزی آن است نیاز دارد. بدیهی است که بخش اعظم نیازهای مالی سازمان ما از طریق کمک‌ها، منابع مردمی در داخل ایران و مصادره از رژیم خمینی تأمین می‌شود. اما به خاطر جبران کمبودها از رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی تقاضا می‌کنیم که هر میزان از مبلغ فوق را که میسر باشد، حتی 1/3 به سازمان مجاهدین خلق ایران وام بدهند که طبعاً تأثیر جدی و فراموش ناپذیر خود را در پیش برده مبارزه انقلابی سراسری ایران خواهد داشت. شایان تذکر می دانم که چون نیاز مبارزاتی ما به مبلغ فوق کاملا جدی است، در برنامه ریزی های استراتژی و تاکتیکی سازمان در سال 1986 اهمیت تعیین کننده و مبرم دارد و لذا خواهان تصویب هرچی سریع تر آن هستیم. سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله متعهد می گردد که در هر شرایطی که در آینده پیش آید، وام مزبور را از سال 1988 به بعد ولو از محل کمک‌های مردمی خود با تخصیص تأدیه نماید. با تشکر، فرهاد الفت، عضو دفتر سیاسی نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران. این فرد همکنون نیز با مجاهدین خلق است.
مجاهدین که در گذشته به عملیات ضد آمریکایی خود و کشتن مستشاران آمریکایی افتخار می‌کردند و بارها در نشریاتشان، نشریاتی که هم امروز نیز دارند، با همین مارک و با همین آرم صادر می‌شود، برای کسانی که در آن عملیات دست داشتند هنوز هم مراسم تقدیر برگزار می‌کنند، امروز منکر آن شدند. نمونه ای از نشریات مجاهدین قبل از این که مجیزگوی آمریکا شوند و به خدمت سرویس اطلاعاتی آمریکا درآیند، مشخصا اعلام کردند که اعدام انقلابی جنرال پرایس، سرمستشار نظامی امپریالیسم آمریکا در ایران، و مسئولیت پذیرفتند. همچنین انفجار فرمانداری و استانداری و حزب رستاخیز در زنجان، تبریز، قزوین. اما امروز آنها منکر شده و گروگانگیری در سفارت آمریکا را که روزی شور ضد امپریالیستی خلق قهرمان ایران می‌خواندند و برای آن دست می‌زدند، شعر می‌نوشتند و در نشریاتشان مجیدگویی می‌کردند، یک گروگانگیری نامیده و محکوم می‌کنند. البته یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته‌ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده. خبرنگار محمد مرزحی از واشنگتن با ماست. محمد، چه جزئیات بیشتری می‌دانید؟ مهم‌ترین عناصری که در این گزارش هستش تمام و اینه که دو مقام ارشد آمریکا، دولت آمریکا، ادعا رو تایید کردن که مجاهدین خلق در کنار دانشمندان هسته‌ای ایران با اسرائیل همکاری داشته. و نکته مهم که در این گزارش آمده این هستش که به گزارش انگلیسی مقامات نیروهای امنیتی آمریکا تایید کردن که مجاهدین در بمب‌گذاری حرم امام رضا در مشهد در سال 1994 با یکی از چهره‌های ارشد القاعده به نام رمز یوسف که در اولین بمب‌گذاری در برج‌های تجارت جهانی دست داشته هم همکاری داشتند و آقای رمز یوسف در اعترافات خودش به مقامات آمریکایی این رو تایید کرده. واکنش چه بوده؟ مشخصا اسرائیل و سازمان مجاهدین نظرات اون رو برای جنسی اعلام کرده که تا وقتی شواهد و مدارک مورد In what appears to be a first for U.S. foreign policy, new revelations have emerged that the Bush administration secretly trained an Iranian opposition group despite its inclusion on the State Department's list of foreign terrorists. Writing for the New Yorker magazine, Pulitzer Prize-winning journalist Seymour Hersh reports U.S. Joint Special Operations Command trained operatives from Mujahideen-e-Khalq, or MEK, at a secret site in Nevada beginning in 2005. According to Hersh, MEK members were trained in intercepting communications, cryptography, weaponry, and small unit tactics at the Nevada site up until President Obama took office. The MEK has been included on the State Department's list of foreign terrorist groups since 1997. It's been linked to a number of attacks spanning from the murders of six U.S. citizens in the 70s to the recent wave of assassinations targeting Iranian nuclear scientists. Although the revelation that the U.S. government directly trained the MEK comes as a surprise, it's no secret the group has prominent backers across the political spectrum. Despite its designation as a terrorist organization by the State Department for 15 years, a number of prominent former U.S. officials have been paid to speak in support of the MEK. The bipartisan list includes two former CIA directors, James Woolsey and Porter Goss, former Homeland Security Secretary Tom Ridge, New York City Mayor Rudolph Giuliani, former Vermont Governor Howard Dean, former Attorney General Michael Mukasey, former FBI Director Louis Freeh, former UN Ambassador John Bolton, and former Pennsylvania Governor Ed Rendell. Last month, Rendell and other unnamed officials were subpoenaed by the Treasury Department over their ties to MEK. Mukasey and Freeh have retained former Clinton administration
administration solicitor general Seth Waxman to in response to the Treasury Department probe. Rendell, meanwhile, has shrugged off the scrutiny. Speaking at a public event in support of the MEK Friday in Washington, he told the crowd, quote, "I never knew obtaining a subpoena from your own government would be so much fun." Well, for more on the U.S. and its ties to the MEK, we're joined by Seymour Hersh in Washington, D.C. His new piece for The New Yorker is called Our Men in Iran. Welcome to Democracy Now, Cy Hersh, and happy birthday. Oh, yes, that's right. It's great to be older. Well, we'll focus on the wiser part. Tell us what you have learned. Who are, as you call it, our men in Iran? They are, as you said, the MEK, by the way, again, once again, Amy, the piece was on the New Yorker blog, not in the magazine. It's a shorter piece. And but anyway, the point is, it went through the same sort of intense checking as anything in the New Yorker, of course. خبرگزاری بی بی سی به نقل از واشنگتن پست گفت که ترکیه شبکه جاسوسی اسرائیل را به ایران لو داده. روزنامه واشنگتن پست نوشته روابط بین اسرائیل و ترکیه به حدی وخیم شده که دولت رجب طیب اردوغان هویت 10 ایرانی را که با ماموران موساد در ترکیه ملاقات کرده بودند برای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران فاش کرده است. به نوشته دیوید ایگناتیوس در واشنگتن پست، منابع مطلع این اقدام ترکیه را افشای مهم اطلاعات سری و تلاشی برای سیلی زدن به اسرائیلی ها توصیف کردند. واشنگتن پست این خبر را نشانی از جنگ همه جانبه و تندی می داند که در پس پرده مذاکرات هسته ایران و غرب در جریان است. خشم اسرائیل از به خطر افتادن عمدی مأمورانش ممکن است توضیح دهد چرا بنیامین نتانیاهو اینقدر سختانه از عذرخواهی از ترکیه در ماجرای حمله به کشتی امدادرسانی خودداری کرده است. خبرگزاری روسیه به نقل از یک روزنامه اسرائیلی از همکاری سازمان مجاهدین خلق ایران با اسرائیل صحبت کرد. مسکو 9 مهر، خبرگزاری ریا نوستی. یک سایت اسرائیلی با چاپ مقاله یکی از نویسندگان ضمن گشودن باب جدیدی از همکاری با مجاهدین اعلام کرد تا مقالات و نوشته‌های نویسندگان هوادار این گروه بر ضد ایران را به طور کامل و دائمی در سایت خود منعکس خواهد کرد. مردان ما در ایران، ترجمه گزارش سیمور هرش، گزارش اندکی خلاصه شده، نیویورکر 6 آوریل 2012، منطقه‌ای که سایت امنیت ملی نوادا متعلق به دپارتمان انرژی در آن قرار گرفته با دشت‌های خشک بلندش و قله کوه‌ها در دوردست از هوا به شمال غربی ایران شبیه است. در این سایت که در 65 مایلی شمال غربی لاس وگاس قرار گرفته، قبلا آزمایش‌های هسته‌ای صورت می‌گرفت و حالا دارای مرکزی برای آموزش عملیات ضد جاسوسی و یک فرودگاه خصوصی برای جت بوئینگ 737 است. این منطقه ممنوع است که در برخی از نقاط آن تابلوها به اشخاص کنجکاو هشدار می‌دهند. پرسنل امنیتی در صورت لزوم اجازه دارند به کسانی که از خط ممنوع عبور کرده‌اند شلیک کنند. در اینجا بود که فرماندهی عملیات ویژه مشترک از سال 2005 آموزش اعضای سازمان مجاهدین خلق را آغاز کرد. وزارت خارجه آمریکا در سال 1977 این سازمان را در لیست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. سازمان مجاهدین در سال 2002 با افشای این واقعیت که ایران غنی‌سازی اورانیوم را به طور محرمانه در یک منطقه زیرزمینی آغاز کرده است، تا حدودی در سطح بین‌المللی اعتبار کسب کرد. محمد البرادعی که در آن زمان مدیر عامل سازمان انرژی اتمی بود، بعدها به من گفت که به او اطلاع داده بودند موساد منبع تأمین این اطلاعات بوده است. روابط سازمان مجاهدین خلق با سازمان‌های اطلاعاتی غرب بعد از سقوط رژیم عراق در سال 2003 تقویت شد و فرماندهی عملیات ویژه تحت تأثیر حراس بوش از اینکه ایران در یک یا
یا چند نقطه مخفیانه مشغول بمب‌سازی است عملیات در داخل ایران را آغاز کرد. منابعی به طور مخفیانه در اختیار چند سازمان مخالف قرار گرفت تا به جمع‌آوری اطلاعات و نهایتاً عملیات تروریستی علیه رژیم اختصاص یابد. سازمان مجاهدین خلق مستقیم یا غیر مستقیم منابعی از قبیل سلاح یا اطلاعات دریافت کرد. بنابر گفته مقامات امنیتی و مشاوران نظامی، عملیات مخفیانه تحت حمایت آمریکا تا امروز ادامه دارند. بعضی از خبرگزاری ها اسنادی را افشا کردند که سازمان اطلاعات عربستان سعودی با مجاهدین و بعضی از گروه های داخلی عراق جهت انجام کارهای تروریستی و خرابکاری همکاری دارند. آنها گفتند که یک پایگاه نظامی توسط عربستان سعودی در نزدیک مرزهایش با اردن جهت آموزش شبه نظامیان تأسیس شده است. خبرگزاری ها گفتند که این شبه نظامیان از افسران عالی رتبه عربستان آموزش هایی را دریافت کردند. همچنین افشای اسناد محرمانه توسط خبرگزاری براسا در عراق مبنی بر پرداخت پول توسط عربستان به شبه نظامیان القاعده در ماه جاری باعث برآشفتن عربستان شد. همین خبرگزاری بعد از اینکه پادشاه عربستان دستور داد تا کمیته برای بررسی این موضوع تشکیل شود، از دستگیری 37 نفر در ارتباط با افشای این خبر در عربستان خبر داد. همین خبرگزاری گفت ریاض همچنین با گروهک مجاهدین خلق نیز همکاری می کند. گروهی که بسیاری از مجامع بین المللیان را در لیست گروه های تروریستی قرار داده بودند. گفته نیست عربستان به گروهک مجاهدین خلق تجهیزات و سلاح به طور مجانی ارائه می کند. آن هم جهت اقدامات خرابکارانه و تروریستی چه در عراق و چه در ایران. با سفر مسعود رجوی به عربستان سعودی در زمان حج در سال 1366، در واقع همکاری سازمان مجاهدین با دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی عربستان سعودی رقم خورد. مسعود رجوی با قسمتی از پارچه کعبه به عراق برگشت. در همان سالی که درگیری خونینی بین حجاج ایرانی و نیروهای عربستان رقم خورد، حاصل آن این است که مجاهدین در سایت‌هایشان هیچگاه از خلیج فارس نام نبردند، کما اینکه هیچ وقت در هیچ امضا یا در هیچ اعتراضی بر علیه به کار بردن نام جعلی این خلیج شرکت نکردند و از آن حتی یک خبر هم پخش نکردند. همینطور که در این قسمت ها میبینید همه جا از خلیج اسم برده شده. ایران به روی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در خلیج آتش گشود، منظور همان خلیج فارسه. انجمن ملی حقوق بشر و سازمان خیریه همکاری خلیج، خلیج فارس. قایق‌های ایران ناو و هواپیمابر آمریکا را در خلیج دنبال می‌کرد، خلیج فارس. انگلستان به ایران اخطار داد که ممکن است نیروی دریایی بیشتری را روانه خلیج کند، خلیج فارس. دیدار وزیران خارجه 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس. در میان تنش‌های موجود با ایران، بریتانیا کشتی جنگی جدیدی به خلیج می‌فرستد، باز هم خلیج فارس. دومین ناو هواپیمابر آمریکا در نزدیکی خلیج است، منظور خلیج فارس. همه 6 کشور عرب خلیج سفارت‌هایشان در سوریه تعطیل کردند. خبرگزاری روسیه اعلام کرد که اردن روابط خود را با سازمان مجاهدین خلق گسترش داده است. خبرگزاری نوستی گفت برخی منابع مطبوعاتی اعلام کردند
پس از اینکه دولت عراق رسما هر گونه ارتباط با گروه تروریستی مجاهدین خلق را ممنوع کرده، دولت اردن تصمیم گرفت روابط خود را با این گروه گسترش دهد. بنا به اطلاعات ارائه شده از سوی منابع نزدیک به جبهه التوافق عراق که مقیم اردن هستند، پس از توصیه اعضای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا به اردنی‌ها مبنی بر گسترش روابط خود با این سازمان، گروه مقر رسمی خود را در عمان افتتاح کرد. پیش از این عناصر این گروه با گروهی از جبهه التوافق در عمان دیدار کرده بودند و همچنین دیدار زمین ساز دیدار هیئتی از اهل سنت به رهبری اعضای جبهه توافق و جبهه گفتگوی ملی عراق از بروکسل پایتخت بلژیک شد. عدنان و دیلمی، ظافر المعانی، خلف العلیان و صالح مطلق جزء این هیئت 12 نفره بودند که 8 تن دیگر این هیئت به عمان باز نگشتند و در کشورهای هلند و آلمان پناهنده سیاسی شدند. شخصیت‌های نزدیک به جبهه التوافق در عمان مستقر هستند از حمایت ویژه اردنی‌ها از سازمان مجاهدین خبر دادند که در راستای حمایت از گروه‌های مخالف عراق است. از سوی دیگر روزنامه البینة الجدیده به نقل از شخصیت‌های دیپلماتیک خلیجی در عمان اعلام کرد که موضوع حمایت از گروه تنها به اردنی‌ها اختصاص ندارد، بلکه عربستان سعودی نیز برای مقابله با نیروی سیاسی و نظامی ایران و جلوگیری از افزایش نفوذ این کشور در منطقه تصمیماتی مبنی بر پذیرش این گروه در خاک خود گرفته. بنابر اطلاعات به دست آمده توسط این روزنامه، امیر بندر ابن سلطان دبیر کل شورای ملی عربستان اخیراً خود به ایجاد بهترین روابط با مجاهدین خلق و حمایت همه جانبه از این گروه اقدام کرده است. این منابع گفتند آمریکا عربستان را تشویق کرد تا به گسترش روابط خود با سازمان مجاهدین خلق اهمیت دهد و همین توصیه را هم به اروپایی‌ها کرده است.